شب گذشته 11 جلسه علمی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی دام از الله با حضور جمعی از علما، فقها، فضلا، طلاب و عموم مقلدین و علاقمندان به مرجعیت شیعه برگزار شد. در ابتدای جلسه شب گذشته مباحثی در مورد وجه استعمال کلمات متقارب المعنا در قرآن کریم و مدت 1 ماه در موضوعهایی همچون سفر، طلاق، کفاره، نذر، اجاره، عمره و غیره مطرح شد. در ادامه حضرت آیت الله العظمی شیرازی پاسخ پرسشی درباره موضوع استیجار در عبادت را با استناد به کتاب وسائل شیعه دادند. سپس یکی از حاضرین از حکم جدا کردن سر ذبیحه قبل از کامل جان دادن حیوان پرسیدند که معظم الله در پاسخ فرمودند: تو روایت داره تنخیع الذبیحه، نخاع به اون عصب میگن که از گردن تو کمر اومده، یعنی مکروهه. وقتی که ذبیحه رو ذبح میکنن همون فوراً سرش رو جدا کنن که این نخاع قطع بشه. این مکروهه، مشهور اینه که مکروه. بعضی علما گفتن حرامه چون نهی داره در بعضی روایات صحیحه، اما مشهور فقها از اون روایات کراهت برداشت کردن. وقت ما اگه همه جا که روایت صحیح هست و مشهور، یعنی کسر دلالی داره، مشهور نفهمیدن الزام را، همه جا بگیم عیبی نداره اینجا بگیم، اما همونایی هم که اینجا گفتن همه جا نمیگن. لذا مکروهه، اینجا در محرمات نی، ذبیحه هم حرام نمیشه. از دیگر موضوعهایی که در جلسه شب گذشته مورد بحث قرار گرفت، میتوان به پذیرفته شدن اعمال متوفا بدون قبولی ولایت و نماز و حکم معامله با معتقدین فرقه های ضاله اشاره کرد. آیت الله العظمی شیرازی در پاسخ به سؤالی درباره حکم نماز خواندن با کفش های نازک به ضخامت جوراب فرمودند: اگر کفش همچون جوراب باشد و انگشت ابهام به جلوی کفش بچسبد ایرادی ندارد، اگرچه کفشی که ساق ندارد به جهت دلیل خاص در حال نماز برخی آن را مکروه دانستند و برخی مبطل نماز، و اگر نعلین جلوی آن باز باشد و انگشت ابهام به زمین بخورد ایرادی ندارد. سپس از سال و ماه شرعی سوال شد که بزرگ مرجع جهان تشیع در پاسخ فرمودند: ماه شرعی همان ماه قمری است و سال شمسی و میلادی موضوع مسائل شرعی قرار نگرفته است. 11 شب از جلسه های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی دام از الله با پاسخ های معظم الله به سوال های حاضرین پیرامونه فرازی از دعای افتتاح، حجیت اطمینان، حکم قرقره در حال روزه و ماهیت درختی که حضرت آدم و حوا از آن تناول کردند به اتمام رسید.